واقعا منو گیج کرده این بشر. یه جا میاد میگه مثلا اگه ناموس من بودی سرتو نمیدونم چی میکردم، بعد یه جا دیگه میاد عذرخواهی میکنه، بعد یه جا میاد از همجنسگرایی حمایت میکنه. حمایت که نه، میگه آقا مثلا به تو چه ربطی داره، روانی شدم من یکی دیگه، نمیدونم چی بگم، آقا چی کار کنم با تو، من ازت حمایت بکنم، ازت بدم بیاد. حالا ویدیو رو ببینیم و بعدش من بیام کامنت های مملکت رو بخونم و بگم که آقای آیسان اسلامی ببین چقدر کسایی که دنبالت میکنن آبکی بودن که راحت ولت کردن سر یه ویدیو، سر یک فرضی و نظریه اینقدر بی جنبن. ما مردای ایرانی اولین صحبت از همجنسگرا میشه یه دونه دودولی رو خیس داره ازش آب میچکه در دقیقاً سوراخ تصور میکنه. اصلا کلن نمیدونم ما چرا اینقدر فوش میدیم، اینقدر حرفای جنسی میزنیم. من خودم خیلی فوش و چیزای جنسی میگم. فهمیدی چی شد؟ بعد یه تنفر عجیبی به اون دست میده. کسافت ها، شما چرا به این فکر میکنی؟ شما چرا به این فکر نمیکنی که اگر رفیق شما گی باشه، شما اگر بفهم بدونه اولا که کسایی که گی هستن توی آمریکا، اصلا تو کامیونیتی دنیا قوی ترین، the most powerful ترین آدم هایی که تو کامیونیتی هستن آدم های همجنسگرا و گی هستن، چه خانوم چه آقا. ببین خیلی بهشون بها میدن. من اینو متاسفانه باید اعتراف کنم که خیلی این قضیه تخمیه که مثلا میان یک آدم رو اخراج میکنن، یه دونه مثلا LGBT میان جایگزینش میکنن. این حاصل چپول اون وکیسمه که وکیزم، حالا من خیلی ایرانیزه تر گفتمش، که میان بها میدن به این اشخاص. من خودم مخالف این قضیه ام که مثلا بیای به زور یه دونه LGBT به چپونی داخل یه استودیوی مثلا بازی سازی و بعد بیاد به فرانچایز اون بازی گند بزنه تو بازی جدیدش. من از این نظر مخالفم. خب یعنی خوشم نمیاد خودم همچی چیزی باشه. حالا ببینیم چی میخواد بگه. و از قدیم الایامم این بوده، اصلا دوران قاجار تو ایران دوران کثافت بود. خب یعنی موقع بچه بازی هم بود اگه اشتباه نکنم دوران قاجار، و همجنسگرایی هم خیلی زیاد بود. دوستانی که فکر میکنن آره نزدیک ده ده هست که خیلی همجنسگرایی فلان شده، گو بخور بابا کس مغز. این ژن طرفه. آقا الان اینجا رو ببین، سلام میبرم عقب دیگه، دست خودم نیست که دیگه، نمیتونم بزنم تو سرم چشمو نبندم، این غریزه منه، این غریزه منه که من بخوام قطره تو چشم بریزم چشم اوتوماتیک بار میبندم. اون غریزه اون آدمه که اونو دوست داره، اصلا به من تو ارتباطی نداره. اصلا من تو بلان اسمت چه گوهی هستیم که بخوایم واسه یه انسان دیگه نظر بدیم که یارو گی هست؟ به ما چه ربطی داره؟ ما مشکل اینجاست که اصلا مردم ایران یا گی ها رو ندیدن، چون میدونی تا برخورد نداشته باشی یه چیز ترسناک واسط هستی. مثلا پدر من یه دوستی داره، طرف سنش حتی از پدر منم بیشتره، مهندس برق اگه اشتباه نکنم، خیلی مخه تو این داستان. مثل اینکه سفر میکنه به اسرائیل و با مردمش معاشرت داشته، میگه خیلی مردم خوبی دارن. حالا مثلا تو بیا اینو به یه ایرانی بگو هولوکاست خیلی خوبه. میدونید این عقب موندگی مردم ایران نشون میده. بعد میدونید جالب کجاست؟ الان من دارم خودم به عنوان یک مازندرانی اعتراف میکنم که مازندرانی ها خیلی تو این داستان ها وحشی و خطرناکن. خب توی هر چیزی افراطی و خطرناک عمل میکنن. و اینکه آیسان اسلامی که خودش مازندرانی اومد اینو گفت، دیگه تو اگه بودی خیلی بیشتر راحت بودی با این داستان. خب مشکل اینجاست که باز میگم ما برخورد نداشتیم با این اشخاص. مثلا مردم وقتی منو میبینن فکر میکنن یا میخوام بدم یا میخوام بکنم. بعد جالب خودشون که میان میگن ما استریت هستیم، خیلی آدم سالمی هستیم، هر دختری از راه برسی بیاد بگه میخوام بهت بدم، میان میگه بیا 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 بکنمت. الان کی مریضه، تو یا مادرت؟ حالا کامنت هام به شما نشون میدم ته خنده است. باید بذار بیارم، مردم گریه میکنن سر همین ویدیو. اول اومدیم آمریکا فکر میکردیم اینا خیلی آدمای بدی ان، میخواستم نزدیک من بیام برو گام شو جلوی مردم خجالت میکشم. تیپیکال یک ایرانی. یه رفیق گی پیدا کردم، یه رفیق گی امریکایی. اومد برگشت من گفت آیسان میدونستی من گیم؟ چرا داری میگی؟ گفتم ببین، من گفت نه بذار من بهت بگم. گفت ما چند ساله با هم؟ گفتم 7-8 ماه با هم رفیقیم. گفت این همه من خونه تو بودم، این همه تو لخت جلوی من رفتی، این همه لخت اومدی. یه سی هم به شما بگم، من با کسی دختربازی
بعد گفت وایسان گی اینجوری نیست که مثلا چون من رفیق تو هم گی هم تو خوابی بیام شروع کنم تو ریلیس دادن. گفت یارو وقتی میبینی خیلی توضیحش خنده داره، اصلا دست خودم نیست خندم میگیره. تو مستقیمی، تو دختر دوست داری، رفاقت با تو میکنه، حرفا چیه حاجی؟ بعد من این که آره بیمار هستن، نه نه داداش، برای چی بیماره؟ تو دختر توپل دوست داری، یکی دختر لاغر دوست داره، اینم پسر پسر دوست داره دیگه. آقا من دختر دوست دارم مستقیم فوروارد، یعنی یک عمرم اگر بدون دختر باشم نمیتونم، یعنی تو سیستم کار من نیست. ولی داداش رفاقت میکنم، آدم های بسیار با احترام میان، آدم های بسیار خوبی هن، آدم هایی هن که میتونیشون حساب بکنی. همیشه نه، همشون هم نه، حواستون باشه. به عنوان یک کسی که تو کامیونیتی LGBT هستش میتونم بگم کامیونیتی ایرانی که خیلی کیریه، یعنی وقتی وارد گروه های LGBT ایران میشی دنبال پارتنرن همشون، این میخواد تو کونه اون یکی بکنه، اون میخواد تو کونه یکی بکنه. جالبه بیشتر کسایی که تو اون گروه مثلا خودشونو فاعل نامگذاری میکنن هوموفوبیکن. اصلا این یعنی چی؟ خیلی خنده داره، میدونی؟ طرف اگه باش بس بکنی فوشش بگیری شروع میکنه به توهین‌های جنسیتی کردن به تو، مثلا چونی تو، مثلا برو کونو تو بده فلان بکن، اونجا دیگه هوموفوبیک بودنش از دل رودش میزنه بیرون، میتونی تشخیص بدی. همین شخصی که الان تو گروه LGBT هستش و مدعیه که گیه، گی نیست متاسفانه. چرت و پرتگو نیستن، دروغگو نیستن، چه دختر چه پسرش. آره منظور اینه که دیدتون رو نسبت به این چیزا عوض بکنید. آره آره حتما. ببین دیدگاه تو عوض شد که من خیلی تعجب میکنم واقعا. من الان منتظر این بودم در آینده یک حاشیه‌ای بشه، مثلا بیا بیا آقا بیا سر هر چی دگرباش هستش رو ببریم، بچه‌ها خیلی کار خوبیه. من واقعا شوکه شدم خودم، یه مازندرانی نظرش عوض شد. تو قرآن نوشته، تو قرآن اولین چیزی که صفحه اول فکر کنم نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی سرتو تون خودت بذار، فقط مستقیم برو. مزاحم تلفنی. خب اینجاش که هیچی، مادر زندگی آقای کیودیپای عزیز رو داره میگه اون به کیرم. خب مهم نیست، بریم قسمت کامنت ها. اتفاقا خیلی حرف خوبی زد، وای باورم نمیشه. تا الان از آیسان خوشم میومد ولی الان دیگه حالم ازش به هم میخوره. هی الان یکی به بچه کوچیک گرایش داشته باشه، اوکیه، منطق اینا رو نمیفهمم. گرایش به کودکان، گرایش به حیوانات که این دوتا بیشتر بولت هستش تو این قضیه، و خیلی چیزای دیگه هم هست. خب خیلی چیزای خطرناک دیگه هم هست. اینا انحرافات جنسیه، اصلا هیچ ربطی به همجنسگرایی نداره. چند نفر هارت پورت کردن گفتن مثلا آره این کسایی که گرایش به کودکان دارن دست خودشون نیست الان، اومدن حتی سخنرانی کردن ولی رو قانون تأثیری نذاشته. همچنان اگه شما بچه باز باشی دستگیرت میکنن میندازن تو زندان، یه سیاپوست حبس ابد خورده اونجا میاد میکشتت، مثل سگ میمیری. بس نه کس نگو دوست عزیز، ما رو باش روی آیسان چه حسابی کردیم. اینم میخواد گی بودن رو عادی کنه و میگه هر کسی هر کاری کرد به ما چه، آخه برادر تش به جامعه لطمه میخوره. چه لطمه ای؟ داخل کامنت ها بنویس بشاشم به سر تا پات. آقا برین گی بکنید ولی ترویج نکنید، پرچم براش نسازید. آفرین، من به این کامنت هیچ ایرادی نمیگیرم. گی بکن، ترویجش نکن چون بدتر میشه و پرچم هم نیاز نیست اصلا براش. هر کسی گفته آقا از این به بعد بیا پرچم بسازیم برای کسایی که چشاشون آبیه. بچه ها اشکال نداره اگه به بچه علاقه من بشید، علاقه تونه دیگه، کارش نمیشه کرد. ها ها ها. بعد جالبه من الان بیام یه پروفایل فیک بزنم دختر 14 ساله بشم، مثلا اکانت فیک باشه، ایشون حتی اگرم 25 سال سن داشته باشه به من پیام میده. یعنی خودش بچه بازی حساب میاد. آقا بچه بازی فقط در سن اون پیامبر نیستش که آقا مثلا با آیش 9 ساله ازدواج کرده. حتی شما اختلاس سنید بالا باشه، اون شخص پایین 18 سال باشه، شما بچه بازی تموم شده، مشکلات واسه ایجاد میشه حداقل از نظر قانونی. خب راست میگه دیگه، به ما چه ربطی داره؟ و یا نوشته یکی به بچه گرش داشته باشه منطقیه، یعنی بچه بازی و همجنسگرایی یکیه. عقل ایرانی فقط. امید شما واقعا به این نسله. من واقعا احساس میکنم این نسل آیکیوش از جلبرگ کمتر باشه. حرف چه رفتی به گیا داره؟ اینکه خیلی از مردا با دختر بچه ها رابطه دارن. دقیقا، اصلا بری پدوفیل رو نگاه بکنی میبینی که بیشترشون گرایش به دختر دارن، یعنی مرد هستش که گرایش به دختر داره، دختر بچه. اینو به مردم کشور بگو که از 9 سالگی دختراشون رو نمیدن به مردی که 3 برابر بچه‌شون سن داره، منظورش ایرانه.
ببخشید البته ها، ولی تو کشورهای دیگه موضوع پدوفیلی حبس داره و اینایی که اونجا هم تبلیغش کردن به گونی هدایت شدن یا اخطار گرفتن. لایک. البته بعضی هم کامنت گذاشتن ها که آقا داره حمایت نمیکنه، فقط میگه که آقا به ما ربطی نداره، زندگی خودتو بکن. که به نظر منم حمایت نیاز نیست مگر در شرایط خیلی حساس باشه. البته این هم اعتراف بکنم بچه ها که یه سری ها که میگن گیان یا لزبیانن گوه میخورن، خب یعنی اینقدر دارن گوه میخورن. ببین مثلا فرض کن طرف تحت فشاره و نمیتونه به جنس مخالفش نزدیک بشه، حالا این تفکیک سازی جنسیت داخل ایران بخواد دلیلش باشه یا حالا هر چیزی، اصلا قدرت ارتباط با دختر نشته باشه یا حالا دلایل مختلف، این شخص رو میگه من گیم. مثلا میگه یه لبالوچه از دوستش میگیره، میاد میگه به بچه حالی داد. بعد از یه مدت ممکنه با یه دختری آشنا بشه، بعد یوهو این طرف رو ول کنه بگه من اصلا گی نیستم. این قضیه تو قسمت لزبیان خیلی خیلی بیشتره. من نمیگم لزبیان نداریم تو ایران، ولی باور کنید من یه سریا اومدم پی وی من با من درد دل کردن که دخترم واقعا خودش لزبیانه، بعد با یه دختر دیگه که خودش رو لزبیان میدونست تو وارد رابطه شده بود، بعد اومد گفتش که آقا این با یه پسر آشنا شد منو ول کرد، گفت من دیگه لزبیان نیستم. یعنی از این نظر خیلی کامیونیتی ال جی بی تی رون کیری و تخمیه، یعنی من حالم به هم میخوره. حتی یه سریا بهم حمله کردن گفتن تو هوموفوبیکی، به من گفتن، من گفتم داداش آبجی کسخل عقب مونده، من خودم جز ال جی بی تی حساب میام، یعنی چی هوموفوبیکی؟ من خودم با تیر بکنم با بزنم. فقط دارم واقعیت رو میگم، خیلی کیریه کامیونیتیتون. اصلا در خیلی چیزا ایران کامیونیتیش کیریه، خب حتی در قضایای فوتبال هم، حالا درسته در کل جهان هست ولی توی ایران مثلا ما دیدیم طرف چون طرف داره مثلا استقلال بود و از پرسپولیس بعدش میومد دیگه رب گوجه نمیخورد چون رنگش قرمز بود، رب گوجه مصرف نمیکرد. اینا بچه مچه اینا سولاخی ان، انگشتشون بکنم دردشون میگیره فرار میکنن، مثل شغال هم میمونن، مثلا 4-5 نفره دور هم جمع میشن کیرخایشون باد میکنه. کیر من هم نیستن، کیر هیچکی هم نیستن و آخرین حرفی که میتونم بزنم اینه که واقعا انتظار نداشتم از آیسان اسلامی که بخواد همچین حرفایی بزنه، به تیپ اینجور آدم نمیخورد و نمیدونم چی بگم، واقعا لال شدم. نظری چیزی دارید، دعوا میخواهید بگیرید یا هر چیزی، قسمت کامنت ها بر شما آزاده، ببینم چی میخواهید بگیرید. تا درود دیگر، بدرود.